امروز با طرز تهیه یه بستنی توت فرنگی خیلی راحت و آسون که نه احتیاج به سلب داره و فقط با 3 قلم مواد لازم، این بستنی بسیار خوشمزه، لذیذ و دلچسب و میتونید در منزل تهیه کنید. امروز میخوام با این توت فرنگی های بسیار خوشبو و خوشمزه یه بستنی توت فرنگی خونگی بسیار خوشمزه و راحت رو بهتون آموزش بدم. پس با هم میریم سراغ مواد لازم و طرز تهیه این بستنی توت فرنگی خوش عطر خونگی. با من همراه باشید عزیزان. مواد لازمی که برای تهیه این بستنی توت فرنگی خوش عطر و لذیذ احتیاج داریم: شیر عسلی، توت فرنگی و خامه صبحانه. با هم میریم سراغ طرز تهیه. طرز تهیه این بستنی توت فرنگی خیلی راحته. خامه و شیر عسلی رو میذاریم کنار. توت فرنگی هایی رو که شستیم باید این قسمت سبز توت فرنگی رو از توت فرنگی جدا کنیم. حالا میریزیم توی غذا ساز، میکسر و یا هر چیز دیگه. خیلی راحت میشه توت فرنگی ها رو حتی با گوشکوب هم له کرد. باید اونا رو کاملا له کنیم بدون آب، چون خود توت فرنگی هنگامی که میکس میشه و یا له میشه به اندازه کافی رقیق هست. به خاطر همین دیگه احتیاج نداره بهش آب اضافه کنیم. تمام توت فرنگی هایی رو که داریم میریزیم درون میکسر و یا مخلوط کن و یا حتی توی یه ظرف میریزیم و با گوشکوب میتونید خیلی راحت اونا رو له کنید. خب هنگامی که توت فرنگیمون رو پوره کردیم و گذاشتیم کنار، احتیاج داریم به خامه صبحانه. میریزیم درون یه ظرف. خب برای 1/2 کیلو توت فرنگی احتیاج داریم به 400 میلی لیتر خامه صبحانه. خامه صبحانه رو با همزن باید به اندازه بزنیم که یه مقدار خامه سفت بشه. احتیاج به شکر و یا هیچ چیز دیگه نداریم، چون خودش توت فرنگی و اندازه کافی شیرین هست. هنگامی که در این حد خامه رو زدیم و در این حد سفت شد، به شیر عسلی رو اضافه میکنیم.
چون شیر عسلی هم خودش یه مقدار شیرینه، به خاطر همین اصلا احتیاج نداره به این بستنی توت فرنگی شکر اضافه کنی. شیر عسلی رو اضافه کردیم، بعد میرسه به پوره توت فرنگی. پوره توت فرنگی رو هم اضافه میکنیم. برای نیم کیلو توت فرنگی احتیاج داریم به 400 میلی لیتر خامه و 200 گرم شیر عسلی. تمام مواد با هم مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشه. باید کاملا با هم مخلوط کنیم که شیر عسلی و پوره توت فرنگی و خامه با هم یک دست بشن. از یک جهت این کار رو انجام میدیم که خامه ما تبدیل به کره نشه. بستنی در هر فصلی با هر طعمی و هر میوه فصلی که هست بسیار خوش طعم و لذیذه. شما میتونید در هر فصل، حتی در فصل زمستان، بستنی رو در منزل تهیه کنید. در فصل زمستان میتونید با انار و یا پرتقال بستنی خونگی درست کنید. وقتی کاملا در این حد با هم مخلوط کردیم که کاملا یک دست شد، میبینید که کاملا یک دسته و خیلی هم خوش رنگه. میریم با هم ادامه کار رو ببینیم. خب بعد از این که به این صورت تمام مواد بستنی توت فرنگی رو با هم مخلوط کردیم و یک دست شد، باید بریزیم در ظرف هایی که بتونید در فریزر نگهداری کنید. مواد آماده شده بستنی توت فرنگی رو می‌ریزیم درون ظرفمون، درون قالب و یا هر چیز دیگه‌ای که شما در دسترس دارید. میتونید این مواد آماده شده رو درون اون بریزید که بتونید بذارید درون فریزر. با نیم کیلو توت فرنگی یه عالمه میتونید بستنی توت فرنگی درست کنید. روی سطحش رو صاف میکنیم.
این بستنی خوشمزه خونگی رو در فصل تابستون میتونید با میوه های تابستونی که شامل شاهتوت، توت، حتی تمشک در منزل تهیه کنید. هنگامی که مواد آماده شده بستنه رو ریختیم درون ظرفی که بتونیم در فریزر نگهداری کنیم، درب ظرفا رو میبندیم. هنگامی که مواد آماده شده بستنه رو ریختیم درون قالب، درب قالب رو میبندیم، یا درب ظرفی رو که مواد آماده شده بستنه توت فرنگی رو درونش ریختیم میذاریم درون فریزر برای حدود 4 ساعت. در این 4 ساعت باید ما 2 بار بستنی رو از فریزر بیرون بیاریم و یه مقدار با هم مخلوط کنیم به وسیله قاشق یا لیسک و باز مجدد بذاریم توی فریزر. بعد از 4 ساعت بستنی توت فرنگی خوش عطر و خوشبو و خوشمزه ما آماده است. پایین کار رو با هم ببینیم. بعد از گذشت 1 ساعت که مواد اولیه بستنی توت فرنگی رو آماده کردم و گذاشتم توی فریزر، از فریزر بیرون میاریم و کمی با قاشق مخلوط میکنیم. ببین کناره ها کاملا سفت شده، به خاطر همین باید حدود 2 الی 3 بار از فریزر بیرون بیاریم و با هم مخلوط کنیم و باز مجدد روی سطح بستنی رو صاف میکنیم، درب ظرف میبندیم و باز مجدد میذاریم درون فریزر. به این دلیل باید 2 الی 3 بار مواد آماده شده بستنی رو از فریزر بیرون بیاریم و به هم بزنیم، چون میخواییم تقریبا 1 دست تمام مایه بستنی ما 1 دست یخ بزنه و تبدیل به بستنی بشه. چون الان همونطور که میبینید کناره های ظرف کاملا بسته شده و بستنی آماده است، ولی میانه آن هنوز آماده نیست. به خاطر همین باید از فریزر بیرون بیاریم، مخلوط کنیم و باز مجدد بذاریم درون فریزر. من تا 2 مرحله این کار رو انجام میدم و آماده شده بستنی توت فرنگی رو در پایان کار با هم میبینیم. بستنی آماده شده توت فرنگی رو با قاشق به این صورت میریزیم درون ظرف، میریزیم درون ظرف به هر میزانی که میخواید. ببینید خیلی راحت میتونیم از ظرف جدا کنیم و درون ظرف مورد نظر بستنیمون بریزیم. فقط با 3 مواد لازم بهترین بستنی توت فرنگی رو میتونید در منزل آماده کنید و تو این فصل گرما در کنار عزیزانتون نوش جان کنید. میتونید بستنی توت فرنگی رو با مقداری توت فرنگی و یا هر نوع میوه دیگه تزیین کنید. بسیار خوشمزه هست، همونطور که دیدید خیلی راحت آماده میشه، بدون شکره، ولی بسیار خوشتم، لذیذ و دلچسبه. امیدوارم شما هم این بستنی توت فرنگی که بسیار راحت و آسونه، نه احتیاج به سلب داره و نه احتیاج به مواد خیلی زیادی داره، در منزل تهیه کنید و در کنار عزیزانتون نوش جان کنید.
لطفاً همچنان کانال یوتیوب زندگی رنگین رو دنبال کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید. لطفاً کانال یوتیوب زندگی رنگین رو به دوستای خودتونم معرفی کنید. تا آموزش بعدی دلتون شاد، لبتون خندون عزیزان.